شماری از شرکت‌های تجارتی مواد غذایی در هرات با تشکیل یک اتحادیه فعالیت تجارتیشان را گسترش دادند. مراسم افتتاح این اتحادیه با حضور مقام‌های محلی و نمایندگان برخی کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان و ترکیه شب گذشته برگزار شد. قابل یادآوری است که این اتحادیه از 5 ماه به این طرف در بخش مواد غذایی فعالیت دارد و شامل 21 هیئت مدیره، معاونین، منشی و 4 کمیته می شود. اتحادیه متشبثین شرکت های تجارتی ولایت هرات است که جمعی از تجار جمع شدند و تشکل یافت اتحادیه ما و در بخش مواد غذایی ما فعالیت داریم. با این وجود مسئولان این اتحادیه ادعا می کنند تشکیلات آنان خیالی نیست و در پی برطرف ساختن مشکلات شهروندان و در عین ایجاد سهولت به تاجران است. لازم بود در همین زمان حساس اتحادیه به وجود بیاید که دوستا در وقت و زمان دقیق از او تصمیم گرفتن و اتحادیه را ایجاد کردن و اتحادیه ما اتحادیه خیالی نیست، اتحادیه است که دقیقا فعالیت داره، خدمات رسانی میکنه. با این حال رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با ابراز خرسندی از ایجاد این اتحادیه میگوید که پیش از این در بخش مواد غذایی چالش هایی وجود داشت که با فعالیت این اتحادیه برطرف خواهد شد. افتتاح ایره با فال نیک میگیریم. در مورد مواد غذایی ما همیشه در اتاق تجارت و سرمایه گذاری چالش داشتیم. یک نمایندگی مطلوبی از طرف این کتله نبود که امیدواریم با افتتاح این اتحادیه بتوانیم بیشتر بحث‌های تخصصی را پیش ببریم. از سوی هم مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات ضمن ابراز خرسندی و کامیابی به این اتحادیه گفته است که حکومت همکار تجار بوده و در هر عرصه تلاش می‌ورزد تا مشکلات سد راه تجار را برطرف کند. ما همین جا که هستیم در خدمت شما برای رفع مشکلات کوشش های بسیار کردیم. این آنچه که در توان اداره محلی هرات بوده از جمله مسئله امنیت است که جناب مولانا سلام برک اشاره فرمودند. امنیت تا خیلی حدود کنترل شده با مرکز، با شخص جناب امیر المؤمنین سلام برک حفظ الله تعالی و کسایی که در مسائل امنیتی ما آنها اختیارمند هستند و تصمیم گیر هستند، هر نوع صحبت و مکالمه و الحاح شده. با این همه دیده می شود که برخی از کشورهای همسایه همزمان با تشکیل حکومت جدید در کشور فعالیت های تجارتیشان را با تجار افغان آغاز کردند.